به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. قرار بر این شد که قبل از اینکه وارد اصل برهان وجوب و امکان بشیم و تقریرهای مختلف برهان رو بیان کنیم و نقد بکنیم، مقداری راجع به اصطلاحاتی که در این برهان به کار رفته با همدیگه بحث و گفتگو بکنیم. اما بد نیستش که قبل از اینکه حتی بخوایم به اصطلاحات بپردازیم، قدری راجع به ذهن شناسی با همدیگه گفتگو بکنیم. ذهن انسان چگونه کار میکند؟ ما چگونه درکی از جهان خارج به دست میآوریم؟ این سوال سوال بسیار مهمی است. در طول تاریخ علمی به نام علم منطق برای پاسخ دادن به این سوال شکل گرفته که ذهن انسان چگونه کار میکند. ما از زمانی که خودمون رو ادراک کردیم و شاید به صورت دقیق نتونیم مشخص کنیم که از چه زمانی ما داریم ادراک میکنیم جهان هستی رو، ولی از ابتدایی که داشتیم جهان هستی رو درک میکردیم تا الان، حجم بالایی از اطلاعات از محیط اطراف خودمون ما به دست آوردیم. این اطلاعات رو به دسته‌های مختلفی طبقه بندی میکنن. زمان قدیم گمان میکردن که انسان 5 حس داره. میگفتن اطلاعات انسان از محیط پیرامون خودش منحصر است در 5 حس: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. به مرور حواس دیگری به این 5 حس افزوده شد، یعنی اطلاعاتی که ما از جهان هستی درک میکنیم به دسته های بیشتری طبقه بندی شد. مثلا حس فشار، حس حرارت، حس گرسنگی و تشنگی، حس شتاب، اینها به حواس انسان افزوده شد و شاید امروز تا حدود 50 حس مختلف برای انسان شمرده می شود. اما با این هم ما خیلی کار نداریم. به هر حال ما انسان ها چه 5 حس چه 50 حس، از لحظه اول که دریافت اطلاعات و ورود اطلاعات به ذهن شروع شد تا الان، این 5 حس یا 50 حس دارن به ما اطلاعاتی رو عرضه می کنن. اطلاعات بی وقفه در هر لحظه، شاید در هر ثانیه 20 عکس، 25 عکس از چشم، شاید در هر ثانیه چندین حس مختلف از اعضای مختلف بدن به سمت مغز یا ذهن ما در حال حرکت هست و اونها رو در ذهن ما ذخیره میکنه. علاوه بر اینها ما ورودی های دیگری هم داریم. مثلا حافظه هم به ما داره اطلاعات میده غیر از این حواس ظاهری، و حتی قوه خیال هم به ما اطلاعات میده غیر از حافظه و غیر از حواس ظاهری. و شمردن اینها کار مفصلی است که فعلا نمیخوایم ورودی های ذهن رو اینجا با هم بشمریم. اصلا کاری نداریم که ورودی های ذهن چی هستن. شما فقط حس بینایی و شنوایی رو در نظر بگیرید، یا همین 5 حس متداولی که از قدیم مردم باور داشتن که انسان ها 5 حس دارن. در لحظه اول فرض کنید این بچه تصویری رو میبینه، صدایی رو میشنوه و بدنش احساس سرما یا گرمایی رو داره، در قسمتی از پای خودش یا دست خودش احساس فشاری رو داره. مثلا در لحظه دوم دوباره حس دیگری رو داره، تصویر دیگری، صدای دیگری، فشار در نقطه دیگری از بدن. ذهن انسان تمامی این اطلاعات رو در بانک‌های اطلاعاتی مخصوص خودش ذخیره می‌کنه و ما می‌تونیم اسم این بانک اطلاعاتی رو بانک اطلاعاتی حقیقت، بانک اطلاعاتی جهان خارج، بانک اطلاعاتی جزئیات یا یک چیزی مثل اینها بگذاریم. اینها دقیقا همون چیزی هستن که ما بهش میگیم جهان خارج. ما هیچ درکی غیر از اینها از جهان خارج نداریم. اینها رو در اصطلاح منطق قدیم بهش میگفتن جزئی، اطلاعات جزئی. یک تصویر، یک تصویر به خودی خودش دارای هیچ پیام و مفهومی برای ما نیست. اونها مراحل بعد هستن در سیستم فکری انسان. انسان میاد این بانک اطلاعاتی رو که به مرور داره پر میشه رو روش یک سری عملیات هایی رو انجام میده. اینو هم به صورت بدون وقفه داره انجام میگیره. مثلا میاد نگاه میکنه در زمان های مختلف کدوم دو اطلاعات هستن که معمولا با هم تکرار میشن. فرض کنید که هر زمان شما دستتون رو به سمت آتش میبرید احساس گرما هم دارید، یعنی شما تصویر آتش رو هر زمان دارید و تصویر نزدیک شدن دست به آتش رو هر زمان دارید، احساس گرما در دست رو هم همزمان با اون دارید. این همزمانی وقتی از یک مقدار بیشتر میشه برای ذهن ما دارای معنا میشود. یا فرض کنید مادر شما زمانی که بچه بودید سیبی رو در دست میگرفت و به شما تصویر سیب رو نشان میداد و بعد میگفت سیب. بارها این کار رو تکرار میکرد، یعنی چندین بار شما تصویر سیب رو میدیدید از زوایای مختلف و مادر شما یا پدر شما یا برادر یا خواهر شما یا کسانی که اطراف شما بودن این صدای سیب رو تکرار میکردن. یکی میگفت اون سیب رو به من بده، یکی میگفت این سیب رو ببر بشور.
میشه میگفت سیب رو داخل ظرف بگذار، و ذهن شما بین این دو اطلاع که در زمانهای مختلف با هم همزمان تکرار شدن یک نوع رابطه ای انتزاع میکنه، یعنی میگه بین این تصویر و بین این صدا یک ارتباطی هست. بعد ذهن میاد چیکار میکنه؟ میاد اون تصویر خب شامل اطلاعات دیگری غیر از سیب هم هست، ممکنه ظرفی که سیب درش قرار داره، محیط پیرامون، دیوار، در، پنجره، افرادی که در اونجا هستن، همه اینها هست و فقط سیب توی محدوده بینایی اون فرد نیست. این میاد مشترکات رو با الگوریتم های بسیار پیچیده‌ای که داره انتزاع میکنه. شاید امروزه کسانی که در بخش ایمیج پروسسینگ فعالیت میکنند درک میکنند که چقدر سخت تشخیص دادن یک شی در دو تصویر مختلف. واقعا فرایند پیچیده است، واقعا ذهن انسان عملیات‌های بسیار دشواری را برای درک این هم شکل بودن، درک این مشابهت به کار می‌بره، ولی خب به هر حال خروجی این عملیات این میشه که ما درکی از سی پیدا می‌کنیم. معمولا ذهن انسان برای این جور چیزهایی که به دفعات زیاد تکرار میشه نام قرار میده، یعنی اونها رو در یک بانک اطلاعاتی جداگانه ذخیره میکنه و براش یک اسم قرار میده. معمولا اسم رو هم ناماوا انتخاب میکنه در مرحله اول. مثلا صدایی که همزمان با اون تصویر بوده رو و داره تکرار میشه رو اون رو به عنوان اسم اون قرار میده. مثلا جوجه ای رو که همش صدای جیک جیک از خودش در میاره اسمش رو میذاره جوجه. میبینید که جوجه در واقع همون صدایی که جوجه موقع حرکت کردن و راه رفتن از خودش در میاره، همین جیک جیکی که میکنه. یا ممکنه اگه بچه‌ها بهشون نگن که آب آبه، به آب بگن شرشر، یعنی اسم آب رو شرشر قرار بدن. البته بعدها که این بچه بزرگ میشه اسمهایی رو که دیگران برای اون اشیا وضع کردن رو با اسمهایی که ذهنش برای اونها قرار داده جایگزین میکنه، یعنی این نامگذاری ممکنه تغییر بکنه. یا با زبان دیگری بچه آشنا میشه، نام اون چیز در زبان دیگر رو هم یاد میگیره. اینها فعلا مد نظرم نیست، مهم اینه که انسان بعد از اینکه یک مفهومی رو جدا کرد از اطلاعات اولیه برای اون یک نامی رو هم قرار میده و اون رو طبقه بندی میکنه. ما به این میگیم یک مفهوم، یک ماهیت. به عنوان مثال همه ما انسانها درکی از مثلا مفهوم درب داریم. مثلا میگیم که در باز است، در بسته است، و ممکنه درهایی که من در طول عمرم دیده باشم با درهایی که شما در طول عمرتون دیده باشید یکی نباشه. ما نمیایم از روی تمام تصاویری که دیدیم در رو قضاوت بکنیم. ذهن ما میاد از روی درهایی رو که دیده یک سری ویژگی ها و شرایطی رو انتزاع میکنه و این خیلی سخته، این فرایند انتزاع، و اونها رو به عنوان ملاک در بودن، ملاک میز بودن، ملاک صندلی بودن، ملاک دیوار بودن، ملاک سرد بودن، ملاک گرم بودن برای خودش توی یک بانک اطلاعاتی مخصوص طبقه بندی میکنه. مثلا شما صدایی رو میشنوید و تشخیص میدید که این صدا صدای گربه است. چرا شما فهمیدید که این صدا صدای گربه است؟ چون شما یک مجموعه ویژگی هایی برای صدای گربه در اون ذهنتون هست که با صدای سگ تفاوت داره. اگر صدایی رو که شنیدید در ویژگی های صدای گربه صدق بکنه، ما بهش میگیم این صدا صدای گربه است، یعنی میفهمیم که صدا صدای گربه است. اگر دیدیم در ویژگی های صدای سگ صدق میکنه، میفهمیم که این صدا صدای سگه، این صدا صدای ممکنه انفجار باشه، ممکنه صدای خشخش برگ باشه. تمام اینها به صورت جداگانه در ذهن ما طبقه بندی شده. شاید اگر کسی بخواد تمام مفاهیمی که در ذهنش طبقه بندی شده و ذخیره شده رو به صورت خودآگاه بیاد جدا بکنه، چند صد هزار مفهوم در ذهن ما تا به حال طبقه بندی شده. ما نرمی مثلا ابر رو با سفتی سیمان رو از هم تشخیص میدیم. یک حس لامسه است، ولی حس های لامسه ما هم طبقه بندی شده است، یعنی مجموعه شرایطی هست که اگر ما به چشم بسته اون شرایط لامسه رو در نوک انگشتانمون داشته باشیم میفهمیم که این مثلا سوهانه که ما داریم روش دست میکشیم، میفهمیم این چوبه، میفهمیم این آهنه، میفهمیم این دیوار سیمانی است، میفهمیم این دیوار آجری است، و تمام اینها مفاهیمی هستن از سنخ لامسه که در ذهن ما طبقه بندی شدن. همونطور که ما تصویرها رو میشناسیم، همونطور که صداها رو میشناسیم، حسهای لامسه رو هم میشناسیم. انواع مختلف حالتهای درونی خودمون، ما حالت تهوع داریم، سردرد داریم، سرگیجه داریم، دلپیچه داریم، دلشوره داریم، استرس داریم، و هیچ وقت انسان استرس رو با مثلا دلپیچه اشتباه نمیگیره، به خاطر اینکه یک حالت درونی خاصی است که ما بهش میگیم استرس، یک حالت درونی خاصی است که ما بهش میگیم دلپیچه، و اینها همه تفکیک شده هستن. شرایطی دارن که اگر اون ادراک در اون شرایط صدق بکنه ما بهش بگیم مثلا دلپیچه، اگر اون ادراک در اون شرایط صدق بکنه ما بهش بگیم دژاوو. اینها ادراکاتی هستن که ما براشون نامگذاری کردیم.
اون ادراک برای ما مهم بوده، ما اون رو از بقیه محیط پیرامونش جدا کردیم، شرایطش رو انتزاع کردیم و براش یک نام قرار دادیم. البته این شرایط شرایط سلبی نیست، شرایطی است که تغییر میکنه. مثلا هندوانه مفهومی است که شما درک میکنید و من خودم مفهوم هندوانه رو درک میکردم، میدونستم که هندوانه چیست. مثلا اگه کسی بهم یک میوه نشون میداد میگفت این هندوانه هست یا نه، میتونستم بگم آره یا خیر. یعنی سریع اون تصویر رو در اون شرایط صدق میدادم. اگر میدیدم که صدق میکنه میفهمیدم که هندوانه هست، اگر میدیدم که صدق نمیکنه میفهمیدم که هندوانه نیست. و به عنوان مثال من زمانی با هندوانه مواجه شدم که به جای اینکه داخلش قرمز باشه داخلش زرد بود، و احتمالاً شما هم این هندوانه رو دیده باشین، بهش هندوانه آناناسی هم میگن. خب این یک نوع هندوانه جهش یافته است که حالا من جدیداً این هندوانه رو دیدم و باعث شد که در تعریف هندوانه درون ذهن من تغییرات ایجاد بشه. من دو تا کار میتونستم به محض دیدن این تصویر انجام بدم. یکی این که این رو براش یک نام جدا قرار بدم، یعنی بگم آقا این هندوانه نیست، میوه جدیدی است و اسم خاصی براش وضع بکنم و تعریف هندوانه رو دست نزنم. یکی این که میتونستم تعریف هندوانه رو دست بزنم و این رو داخل تعریف هندوانه بیارم. مثلا تا کنون من هندوانه رو تعریف کردم یک بیزیگونی که پوست سبز رنگ ضخیم و سفتی داره و گوشت قرمزی داره، حساش داخل گوشش پراکنده هستن، مغز شیرینی داره و حجمش تقریبا مثلا از این حد تا این حد هست و وزنش از این حد تا این حد هست. تعریف بالاخره خاصی که از هندوانه دارم و معمولا همه شما از هندوانه دارین. یک چیز خیلی کوچیک رو در حد مثلا یکی دو سانت، هرچند خیلی شبیه هندوانه باشه نمیگم هندوانه. و من ناخودآگاه این تعریف هندوانه رو به محض دیدن تصویر جدیدی که در اون شرایط صدق نمی‌کرد تغییر دادم. یعنی چون خیلی برای من پرکاربرد نبود، برای اون اسم جدیدی وزن نکردم، اون رو هم آوردم جزء هندوانه. ولی ممکنه کشاورزی که کارش کاشت هندوانه هست حداقل 6 اسم مختلف برای انواع هندوانه‌های مختلف داشته باشه. الان ما برای برف یک اسم بیشتر نداریم و ممکنه اسکیموها حداقل 20 اسم مختلف برای انواع برف‌های مختلف داشته باشن، همونطور که ما برای شتر یک اسم بیشتر نداریم، ولی عرب ها بالای 100 اسم برای شتر و حالت های مختلف شتر در سنین مختلف، در شرایط سنی مختلف، رنگ های مختلف، اسم های مختلفی اومدن وضع کردن. چرا؟ چون عرب ها تمام زندگیشون با شتر هست. هر چقدر مقدار ادراکات زیادتر بشه، برای ما اهمیتش بیشتر بشه، ما میایم اون رو تفکیک میکنیم و اسمهای مختلفی براش قرار میدیم. الان مثلا خارجی ها به خربزه و طالبی و دستنبو و چند میوهی که این شکل خاص رو دارن همه رو میگن ملون، ولی خب ما براش اسمهای مختلفی داریم. شاید چون در کشور ما مصرف این میوه ها بیشتر از مصرفش در خارج هست که ما 3 تا اسم داریم مثلا براش، مثلا دستنبو با گرمک، با طالبی، با خربزه، با هم برای ما متفاوته. باز خربزه ما خربزه مثلا تایباد با خربزه جیماباد رو مثلا ممکنه با هم دیگه تفاوت قرار بدیم. در هر حال این نحوه انتزاع کردن مفهوم در ذهن ما هست. یعنی ما ذهنمون میاد یک مجموعه ویژگی هایی رو از یک ادراکی که داره تکرار میشه به دفعات انتزاع میکنه و اون مجموعه ویژگی ها میشه تعریف اون چیز، میشه ماهیت اون چیز. ما معمولا تعریف ها برامون به صورت ناخودآگاه هست، یعنی برای اینکه خودآگاهش بکنیم باید فکر بکنیم، ولی در کسری از ثانیه ما چیزی رو که میبینیم متوجه میشیم که این کتاب هست یا نیست. ولی اگر کسی به ما بگه که کتاب رو تعریف بکن، شاید ما 5 دقیقه بخوایم فکر بکنیم تا تمام تعریفایی که در ذهنمون از کتاب داریم رو به صورت خودآگاه بیاین بیان بکنه. ما زمانی که تصویر رو میبینیم اون رو با مجموعه مفاهیمی که ذهن ما تا حالا ذخیره کرده و ممکن هست با این تصویر مطابقت داشته باشه، در کسری از ثانیه با سرعتی بسیار خارق العاده ما اینا رو میایم تطبیق میدیم دانه دانه و در بسیاری از اونها رد میشه و در تعدادی از اونها قبول میشه. مثلا من میوه‌ای رو میبینم، مثلا پرتقالی رو میبینم، خب بلافاصله تعریف توپ میاد، میبینم که در توپ صدق نمیکنه. تعریف کره جغرافیایی میاد، میبینم در اون هم صدق نمیکنه. در تعریف پرتقال صدق میکنه، در تعریف نارنگی صدق نمیکنه، در تعریف لیمو صدق نمیکنه، در تعریف میوه هم صدق میکنه. یعنی علاوه بر که در تعریف پرتقال صدق کرد، در تعریف میوه هم صدق میکنه، در تعریف چیز هم صدق میکنه. یعنی من میگم پرتقال چیز هم هست. و به همین ترتیب من میتونم گزاره رو متوجه بشم. ببینید ما یک بانک اطلاعاتی داریم به نام بانک اطلاعاتی تصدیق. یعنی تصویر که میاد، ادراک که میاد، حالا من میگم تصویر چون بیشتر ادراکات ما از صنف تصویره، ولی خب هر ادراکی، صدا هم همینطور است، هر ادراکی که میاد مفهوم هم میاد و اینها با هم دیگه سنجیده میشوند. اگر این در اون مفهوم، در اون مجموعه شرایط صدق بکند این ادراک، ما یک گزاره تشکیل میدیم، میگیم این ادراک، این مفهوم است یا این مفهوم نیست. من الان میگم این چیز، این تصویر، این ادراک پرتقال است، گلابی نیست، این گزاره است.
بانک اطلاعاتی گزاره‌ها متفاوت است از بانک اطلاعاتی حقایق، بانک اطلاعاتی ادراکات و متفاوت است از بانک اطلاعاتی مفاهیم. در واقع ارتباط بین این دو هست و همینطور است اگر ما گزاره‌ای رو بشنویم، یعنی کسی بگه که هوا سرد است، ما میایم این رو بررسی میکنیم، هوا رو با ادراکات خودمون لمس میکنیم و درجه حرارتش رو ادراک میکنیم. این یک ادراک. مفهوم سرد رو از مفاهیم خودمون بازیابی میکنیم، ما میفهمیم که سرد چیست. شاید تعریفی که من از سرد دارم با تعریفی که اسکیمو از سرد داره متفاوت باشه. شاید من به دمای مثلا زیر 10 درجه بگم سرد، اسکیمو به دمای زیر منفی 10 درجه بگه سرد، و یک مثلا صحرانشین آفریقا به دمای زیر 20 درجه بگه سرد. متفاوت هست تعریف سرد بین افراد مختلف در جهان، ولی من برای خودم مفهوم سرد مشخص هست. من میام با سرد این ادراک فعلی خودم رو تطبیق میدم. اگر دیدم که در شرایط سرد بودن صدق میکنه، میگم که بله تصدیق میکنم هوا سرد است. اگر دیدم که در شرایط سرد بودن صدق نمیکنه، تکذیب میکنم، میگم هوا سرد نیست. اگر نتونم نظر بدم که نظر نمیدم، یعنی فرض کنید من مفهوم سرد برایم خیلی واضح نیست، یا اینکه خوب نتونستم هوا رو درک بکنم، یا علم ندارم نسبت به وضعیت فعلی هوا، توی اتاق هستم و از بیرون اطلاع ندارم، میگم نمیدونم، نمیتونم فعلا نه تصدیق بکنم نه تکذیب بکنم. پس من یک بانک اطلاعاتی دارم به نام گزاره ها، که گزاره هایی رو که چه خودم تولید میکنم چه از دیگران میشنوم اونجا ذخیره میکنم، و یک متغیر منطقی هست که به هر گزاره من میام این متغیر رو منسوب میکنم، نسبت میدم. متغیر تصدیق، یعنی گزاره هست داخل بانک اطلاعاتی، به هر گزاره من یا صفر میدم یعنی اون رو تایید نمیکنم، یا یک میدم یعنی اون رو تایید میکنم، یا خالی میذارم جاشو، یعنی من راجع به اون نظری فعلا ندارم. یک متغیر منطقی هم من به گزاره هایی که چه خودم تولید میکنم چه از دیگران میشنوم نسبت میدم. معمولا اگر ما نخواهیم دروغ بگیم، گزاره هایی که خودمون بیان میکنیم رو تصدیق هم میکنیم همزمان با اینکه بیان میکنیم. لازم نیست که گزاره رو ما حتما بیان بکنیم، یعنی به زبان بیاریم، همین که میفهمیم هم نوعی بیان کردن هست، ولی در ذهنمون بیان میکنیم. همین که من میفهمم اینجا چقدر باصفاست و این منظره چقدر زیباست، اگرچه به کسی نگم، من دارم تصدیق میکنم، یعنی هم گزاره اینجا چقدر باصفا است رو بیان کردم درون ذهنم، هم تصدیق کردم که اینجا چقدر باصفا است درست است، یعنی مطابق با واقع هست. تصدیق یعنی اینکه من مطابقت اون با واقع رو دارم تایید میکنم. بسیار خب، واقع رو هم گفتم. واقع منظور ما چیزی از جهان خارج دسترسی نداریم، واقع منظور همون ادراکاتی است که ما از جهان خارج داریم. اینکه من میگم اینجا چقدر باصفا است مطابق با واقع است، یعنی ادراکات من از اینجا با مفهومی که از من از باصفا بودن در ذهنم دارم مطابقت میکنند. یعنی من الان دروغ نمیگم که اینجا چقدر باصفا است. بسیار خب، این خلاصه ای از نحوه کارکرد ذهن انسان. امیدوارم که همواره در طول زندگی در پرتو خرد و اندیشه گام بردارید و زندگی بکنید. شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.